سلام بر شما و شبتان بخیر. خوش آمدید به خبرهای ساعت 8 شب از تلویزیون بیگ. امروز جمعه 27 جدی 1398 هجری شمسی است که برابر می شود با 17 جنوری 2020 میلادی. اکنون سرخط خبرها. کشته و زخمی شدن 5 طالب مسلح در ولایت جوزجان. کشته شدن یک فرد کلیدی گروه طالبان در ولایت فاریاب. و در اخیر هم کشته شدن 18 غیر نظامی در پی یک حمله هوایی در سوریه. آیدین هستم با مشروع خبرهای این ساعت. 5 طالب مسلح در ولایت جوزجان کشته و زخمی شده است. قلوردوی 209 شاهین یک خبرنامه پخش نموده می گوید در ادامه عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولایت جوزجان 5 طالب مسلح کشته شده است. این عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی فیض‌آباد این ولایت صورت گرفته است که در نتیجه آن 3 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده و 2 تن دیگر از آنان زخمی گردیده است. در ادامه عملیات شاهین 220 نیروهای امنیتی کشور در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان 5 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی شده اند. قلوردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه می گوید در تداوم عملیات نیروهای امنیتی کشور در روستای چارباغ ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان گروه طالبان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در این خبرنامه آمده است در نتیجه این درگیری که بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان رخ داده 3 تن از افراد گروه طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخم برداشته است. گفته می شود در این رویداد به نیروهای امنیتی و افراد ملکی هیچ آسیبی نرسیده است. گروه طالبان تا اکنون این رویداد را تایید و یا رد نکرده است. یک فرد کلیدی گروه طالبان در ولایت فاریاب کشته شده است. قلوردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه می گوید یک درگیری بین گروه طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب به وقوع پیوسته است که در نتیجه آن یک فرد کلیدی گروه طالبان به نام مستعار ابو دریا کشته و یک فرد دیگر از این گروه زخم برداشته است و در این درگیری به نیروهای امنیتی و افراد ملکی آسیب نرسیده است. یک فرد کلیدی گروه طالبان در ولایت فاریاب کشته شده است. قلوردوی 209 شاهین در یک خبرنامه که پخش نموده آمده است دیروز یک درگیری بین نیروهای امنیتی و گروه های مخالف مسلح دولت در ولایت فاریاب صورت گرفته است. این درگیری بین طرفین در ولسوالی بلچراغ و ولایت فاریاب به وقوع پیوسته است که در نتیجه آن یک فرد کلیدی مخالفین مسلح دولت به نام مستعار ابو دریا کشته شده و یک تن دیگر از اعضای این گروه زخمی گردیده است. خبرنامه علاوه می کند در این درگیری متذکره به افراد ملکی و نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است، اما تا اکنون گروه طالبان کشته شدن ابو دریا یک تن از افراد کلیدی شان را در رویداد ولایت فاریاب تایید و یا رد نکردند. رئیس دیوان جزای محکمه مدافع ولایت فاریاب صبح دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شده است. سخنگوی پلیس فاریاب به تلویزیون بیک می گوید قاضی غلام فاروق صبح دیروز حین رفتن به مسجد در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر میمنه از سوی افراد ناشناس با فیر مرمی ترور شده است. به گفته این مقام امنیتی در پیوند به این قضیه تا اکنون کسی بازداشت نشده و تحقیقات پلیس در این باره جریان دارد.
در سال جاری نزدیک به 20 هزار باغچه های خانگی در نقاط مختلف کشور برای زنان توزیع شده است. وزارت زراعت آبیاری و مالداری کشور می گوید در سال جاری نزدیک به 20 هزار باغچه های خانگی برای بهبود شرایط اقتصادی و مسئولیت غذایی برای زنان بی‌بضاعت در نقاط مختلف کشور توزیع شده است. وزارت زراعت با پخش اعلامیه گفته است در سال جاری بیش از 19 هزار باغچه خانگی برای زنان در سراسر کشور توزیع کردند. در اعلامیه که سوی وزارت زراعت به نشر رسیده آمده است، وزارت زراعت 19474 باغچه خانگی را به منظور تأمین مسئولیت غذایی خانواده ها برای زنان بی‌بضاعت در ولایت های مختلف کشور توزیع کرده است. همچنین برای بهبود شرایط اقتصادی خانواده ها وزارت زراعت 449 سبزخانه کوچک را نیز در ولایت های مختلف کشور ایجاد کرده است. گسترش زنبورداری از برنامه های دیگر این وزارت به منظور رشد اقتصاد خانواده ها بوده که این وزارت تا یه سال جاری 180 صندوق زنبور عسل را به 180 بانو توزیع کرده است. این برنامه ها در حالی از سوی وزارت زراعت تطبیق شده است که ایجاد و توزیع سبزخانه های کوچک و خانگی از یک سو باعث بلند رفتن سطح عواید خانواده ها و دسترسی مردم به سبزیجات و از سوی دیگر به تأمین مسئولیت غذایی و رشد اقتصاد خانواده ها کمک می کند. 7 تن از افراد طالبان در ولایت غزنی و فراه کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع ملی کشور با پخش خبرنامه می گوید نیروهای هوایی کشور در ولسوالی پشترود ولایت فراه بالای طالبان ضربات هوایی را انجام داده و نیروهای امنیتی در ولسوالی مقر غزنی با طالبان درگیر شدند که در نتیجه 5 تن از افراد طالبان کشته شده و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. در اثر حملات هوایی و درگیری نیروهای امنیتی با طالبان در ولایات غزنی و فراه 7 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع ملی کشور با پخش خبرنامه میگوید نیروهای هوایی کشور در ولسوالی پشرود ولایت فراه بالای طالبان یک ضربه هوایی را انجام داده که در نتیجه آن 2 تن از افراد طالبان کشته شده و یک ذخیرگاه سلاح و مهمات آنها تخریب گردیده است. این خبرنامه همچنان میافزاید نیروهای امنیتی در روستای شمشیه ولسوالی مقر غزنی با طالبان درگیر شدند که در اثر این درگیری 3 تن از افراد طالبان کشته شده و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند. گروه طالبان تا اکنون در رابطه به کشته و زخمی شدن افرادشان در این ولایات چیزی به رسانه ها نگفتند. با خبرهای خارجی این ساعت از تلویزیون بیک خوش آمدید. در حمله هوایی به یک بازار و ناحیه صنعتی در شهر ادلب سوریه که در کنترل شورشیان است، 18 غیر نظامی کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا قرار دارد گفته است که این حملات را هواپیماهای روسیه و سوریه انجام دادند. این حملات علیرغم آتش بسی که پیشتر در ماه جاری با میانجیگری روسیه و ترکیه به دست آمد انجام شده است. گزارش می شود که در حمله هوایی به یک بازار و ناحیه صنعتی در شهر ادلب سوریه که در کنترل شورشیان است، حداقل 18 غیر نظامی کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا قرار دارد گفت این حملات را هواپیماهای روسیه و سوریه انجام دادند. ادلب مرکز ولایت در شمال غربی سوریه به همین نام و آخرین پایگاه گروه های شورشی است. دولت سوریه و متحدان آن روسیه تا اکنون در مورد این حملات تازه اظهار نظری نکردند. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گفتند که چندین موتر در ناحیه صنعتی طعمه آتش شدند و رانندگان آن جان باختند. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که کودکان و امدادگران در میان کشته ها و زخمی ها هستند. آتش بسی که با میانجیگری ترکیه و روسیه به دست آمده بود قرار بود از یک شنبه اجرا شود. دولت سوریه گفته است که برای باز پس گرفتن ولایت ادلب مصمم است، ولایتی که گروه های جهادی زمانی با القاعده ارتباط داشتند در آن قدرت دارند.
مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه مفاد اتهامی برای استیضاح رئیس جمهور را به سنای این کشور فرستاد تا روند محاکمه و استیضاح رئیس جمهوری آمریکا رسما آغاز شود. مجلس نمایندگان آمریکا 19 دسامبر دو ماده استیضاح رئیس جمهور را تصویب کرد و به این ترتیب آقای ترامپ سیومین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا شد که استیضاح می شود. مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامه مفاد اتهامی برای استیضاح رئیس جمهور را به سنای این کشور فرستاد تا روند محاکمه و استیضاح رئیس جمهور آمریکا رسما آغاز شود. مجلس نمایندگان آمریکا روز 19 دسامبر دو ماده استیضاح رئیس جمهور را تصویب کرد و به این ترتیب آقای ترامپ سومین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا شد که استیضاح می شود. طرح استیضاح که دموکرات ها تهیه و تصویب کردند شامل دو ماده سوء استفاده از قدرت برای مقاصد شخصی و جلوگیری از انجام وظیفه کنگره بود. او متهم است که رئیس جمهور اوکراین را با تعلیق کمک نظامی به این کشور تحت فشار گذاشته تا با تحقیق درباره رقیب انتخابات احتمالی اش جو بایدن او را بی‌اعتبار کند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را امضا کرد که به گفته او زمانی که مدیران منتخب مجلس آن را پیاده به مجلس سنا ببرند تاریخ رقم خواهد خورد. او گفت روز تلخی برای کشور هست اما اقدامات رئیس جمهور آمریکا با سوء استفاده از قدرت و به خطر انداختن امنیت ملی کشور عامل این اتفاق بوده است. مجلس نمایندگان که دموکرات ها در آن اکثریت دارند طی ماه‌های گذشته جلسات بررسی برای استیضاح رئیس جمهور را برگزار کرد و حالا سنای آمریکا که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند مسئولان است که با برگزاری محاکمه درباره صلاحیت رئیس جمهور برای ادامه کار تصمیم می‌گیرند. اما رئیس جمهور آمریکا میگوید قربانی انتقام‌جویی سیاسی دموکرات ها شده و اتهامات خود را رد می‌کند. دولت آمریکا به متحدان اروپایی خود هشدار داده است که اگر ایران را رسما به نقض توافق هسته‌ای متهم و سازوکار رفع اختلاف برجام را فعال نکنند، صنعت موترسازی آنها هدف تعرفه وارداتی 25% قرار خواهد گرفت. این در حالی است که فرانسه، بریتانیا و آلمان روز سه‌شنبه در بیانیه مشترک با اشاره به اقدامات اخیر ایران در کاهش تعهداتش در قبال برجام از فعال شدن سازوکار رفع اختلاف در توافق برجام خبر دادند. روزنامه واشنگتن پست در گزارش اختصاصی میگوید دولت آمریکا به متحدان اروپایی خود هشدار داده که اگر ایران را رسما به نقض توافق هسته‌ای متهم و سازوکار رفع اختلاف برجام را فعال نکنند، صنعت موترسازی آنها هدف تعرفه وارداتی 25% قرار خواهد گرفت. واشنگتن پست به نقلی از منابع اروپایی ناشناس این خبر را منتشر کرده است. فرانسه، بریتانیا و آلمان سه‌شنبه در بیانیه مشترک با اشاره به اقدامات اخیر ایران در کاهش تعهداتش در قبال برجام از فعال شدن سازوکار رفع اختلاف در توافق برجام خبر دادند. وزیران امور خارجه سه کشور در عین حال گفتند که در حال حاضر به کارزار فشار حداکثر واشنگتن علیه ایران نمی پیوندند. مقامات بریتانیایی، فرانسوی و آلمانی ناشناس به واشنگتن پست گفتند که آنها خود بیشتر قصد فعال کردن سازوکار رفع اختلاف را داشتند و تهدید دولت ترامپ روند تصمیم‌گیری آنها را دچار اختلال کرده است و نزدیک بود که به تغییر نظر آنها منجر شود، زیرا نگران بودند که در صورت درز خبر تهدید اقتصادی آمریکا به آنها به عنوان آلت دست واشنگتن نگاه شود. یک منبع اروپایی به واشنگتن پست گفتم ما نمی‌خواستیم که ضعیف دیده شویم، بنابراین موافقت کردیم که خبر تهدید را مخفی نگه داریم. بنابراین گزارش هشدار دولت ترامپ به متحدان اروپایی نه از طریق رسمی سفارتخانه‌های آمریکا در این کشورها، بلکه به طور مستقیم به آنها ابلاغ شده است. این بود خبرهای خارجی این ساعت که تقدیمتان شد و حال توجه کنید به آب هوا از چند ولایت کشور و نرخ روز.
این بود خبرهای ساعت 8 شب که تقدیمتان شد. تا دیدار بعد شما را به خداوند یکتا می سپارم. وقتتان بخیر. سپاس از توجهتان.